بینندگان گرامی تلویزیون تیش، دوشنبه شب هست و با برنامه نگاه در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امشب در خدمت یکی از فعالان سیاسی سازمان انقلابی کارگران ایران راه کارگر هستیم، آقای حسن حسام، یکی از بنیانگذاران این جنبش سیاسی. آقای حسام سلام، شب بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام بر شما و به بینندگان عزیز تلویزیون کیش. اول و صراحت بدم که من عضو سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر بخش کمیته مرکزی هستم و متاسفانه بعدن شاید یک جریانی از ما جدا شد که به نام دیگری هست که بعدن حرفش هم میزنیم. بله بفرمایید. خب حسام، اگه بخوایم راجع به تحولات روز ایران صحبت کنیم که الان طی چند سال اخیر تحولات زیادی در ایران هست، از انتخابات سال 88 به بعد بگیریم، مدام در حال کنکاش هایی هستیم و یک مجادلاتی در ایران هست در بین خود حاکمیت، در بین حاکمیت و مردم، در بین اپوزیسیون، رابطه اپوزیسیون و دولتی که الان در جمهوری اسلامی است و اینا. یکی از مهمترین بحث هایی به نظر من الان طی چند روز اخیر هست این بحثی است که آقای خامنه ای در سفری که به کرمانشاه داشته بود بعد از اینکه چند وقتی هست سودای انتخابات گرم هست و نمایندگان مجلس خودشون رو برای انتخابات آینده آماده میکنن، آقای خامنه ای میاد میگه که اصلا بهتر است در نظامی که ما درش هستیم مسئله ریاست جمهوری نباشه و نخست وزیر مثل رواله که در اول انقلاب بود جای اونو بگیره. به نظر شما این تحلیلی که خامنه ای الان داره و نظری که داره نشأت گرفته از چه هست و چرا این روند به اینجا رسیده؟ از گفتم که مقدمتان میگم، خب من نظرات شخصی خودم رو میگم اینجا، من سخنگوی سازمانی که به او تعلق دارم طبیعتا ننشستم و به همدیر راحتتر و آزادتر و بدون انقیاد حرف میزنم. مسئله این پیشنهاد سید علی خامنه ای در واقع برمیگرده به این بحران سه ساله اخیر، به دلیل اینکه ولایت فقیه، حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، اومده یک بازی متناقضی رو شروع کرده که این بازی متناقض از فردای حاکمیت ضد انقلاب و سوار شدنش بر گرده انقلاب، یعنی از فردای حاکمیت روح الله خمینی، این تناقض وجود داشته بین حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه یعنی نماینده الله بر روی زمین و انتخابات و اراده مردم، یک تناقض آشکاری است. اگر از رخت خواب مردم تا شام و نهار و کار و زندگی مردم قرار است حکومت ایدئولوژیک و دینی مداخله کنه، اگر قرار است یک تفسیر حتی دینی، نگاه که خیلی تو پرانتز بگم مهمه، در این کشوری که ما زندگی میکنیم، این ملل ساکن ایران زندگی میکنند، برای حاکمیت یک تفسیر منطق پذیرش داره. حتی اگر شما مسلمان باشید، شیعه اثناعشری باشید، سنی که هیچی، اوضاعش خرابه، بقیه فرق از اسلامی هم که اوضاعشون خرابه، شیعه اثناعشری هم باشید، دوازده امامی هم باشید و به ولایت فقیه معتقد باشید، فقط یک تفسیر سیاسی و اجتماعی و دینی قانونیت داره و اون تفسیری است که ولی مطلقه فقیه یعنی حاکمیت زنده بلا منازع داره. در اینجا اراده خودی ها معنا نداره تا چه برسه به اراده غیر خودی مردم، تا چه برسه به اراده ملل ساکن ایران که لزومن مسلمان نیستند، لزومن اگر هم مسلمان باشن شیعه نیستند، چنان که میبینید یک برخوردهایی که با فرق دیگر اسلامی مخصوصا سنی ها در اینجا و اونجا میشه، ارامنه میشه، بهایی ها که محدود دم هستن اصلا جز انسان به حساب نمیان مثل کمونیست ها، ولی اونهایی را که به اصطلاح طرفدار الله و خدا و عرض کنم که قرآن هستن هم در با یک امتیاز متفاوتی وجود داره توشون. بنابراین در یک همچه بافتی ایدئولوژیک و بسیار یکتاز و وابسته به آسمان ها که خودش رو میدونه
خودش رو نماینده خدا بر بنابراین بی نیاز میداند خودش رو از اعمال اراده مردم. اعمال اراده مردم رو به اون ابزار خودش استفاده کرده. روح الله خمینی وقتی که به میدان آمد، حتی در اون روزهایی که هنوز شاه نرفته بود، مداخله زنها را در این جنبش مؤثر و درست میدونست، مداخله همه را مؤثر میدونست. وقتی که آمد اونجا نشست، تمام این چیزها را به مرور پس گرفت. من منطقی هم بود که پس بگیره با اون موقعیتی که برای خودش برتافته بود به عنوان نماینده خدا بر روی زمین. بنابراین در قانون اساسی هم این صراحت داره، شما در همه چیز، در همه عرصه های زندگی و در تمام قوانین مدنی، اجتماعی و فردی میبینید که تحلیل نهایی اولا در چارچوب اسلام باید باشه و اون اسلامی که تفسیر رسمیش به دستگاه حاکم است و اونم به ولی متقی فقیه به اصطلاح رأی او، رأی حکم حکومتی و همه اون چی. نمیخوام وارد اون بحث های ریزش بشم که خودش یک بحث مستقلی برای خودش میطلبه که اگر فرصتی بود یک بار دیگه خدمت شما بود. بنابراین اساسا ذات جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، چه سرمایه‌داری می بود چه نمی بود، این حکومت معین ایدئولوژیک در با این چارچوبی که برای خودش ساخته و این چارچوبی که در قانون اساسی خودش رو قانونیت داده، ببخشید، مخصوصا با این متممی که بعدن دادند، در اینجا رأی مردم چیزی جز یک تزیین و فریب خود مردم نیست. بنابراین در تناقض با اصل حاکمیت جمهوری اسلامی، اگر سید علی خامنه‌ای میخواد به اصل خودش رجوع بکنه، به منظر من در چارچوب قانون اساسی حق داره، برای اینکه این نظام و این قانون اساسی برای اراده مردم اهمیتی قائل نیست. اما از اینجا بر نیامد این مانوری که آقای خامنه‌ای در کرمانشاه داد. انتخاباتی درست کردن 88، من جز کسانی بودم که انتخابات رو شرکت نکردم و مدخل به تحریمش بودم و عرض کنم این انتخابات رو مردم رو بر وعده های مختلف به پای رای کشوندن. مردم برای اینکه به یک بخش از رژیم جمهوری اسلامی بگن نه، به گرایش دیگری رای دادند که شعارهای نسبتاً در چهارچوب مثلا زندگی مدنیشون میداد. بنابراین آمدند و اون انتخابات رو به هم زدند. مردم با رای منکو آمدند جلو. اون نفرت انباشته شده 30 ساله آنجا ترکید. یک موقعیت بود که بعدم بحثش میکنیم. فعلا من رو همین سوال معین شما متمرکز بشم، اونجا شد به یک بحران تمام حکومتی. خب اپوزیسیون قانونی اش را که سبزها باشن، آقای موسوی، آقای کروبی و همسرش رو هم دیگه رو اونها بردن حبس خانگی کردن، بقیه نیروهاشون رو بردن به زندان انداختن، بعضیشون هم تونستن به ندابت بکشن اینا. ببخشید الان خود افتاد بلا به جان خود داخلیشون اومد بین آقای احمدی نژاد که مطلوب آقای سید علی خامنه بود و ایشان سرراست روشن گفت که من خودمو به نظرات ایشان، نظرات ایشان به خودم نزدیکتر میبینم در رقابت با هاشمی رفسنجانی اینا. بنابراین میبینیم که اون اصلا به یک اوقای کشید تو خود اصولگرایان به مرور شکاف ایجاد شد و بین احمدی نژاد و به اصطلاح بیت رهبری شکاف ایجاد شد. یه 15 روز تحصن خانگی در اعتراض با آقای مصلحی وزیر اطلاعات کرد و بحران چنان فضا شد که خب سید علی خامنه‌ای که مثل هر دیکتاتور آدمخوار دیگری حکومتش رو مات آل اور میدونه، مثل همین آقای قذافی که خود ما که توبتش این روزا فراوانه، میدونه فکر میکنه که یک حکومت مات آل عمری داره، بنابراین میخواد هر نوع مانعی رو که از یک کتازیش حتی به شکل سوری براش ایجاد میکنه از پای پاورده. بنابراین بهتر شکلش کنه که رئیس جمهور رو بدم تو یادمون نره، لااقل اون جوانها احتمالا بعدم به دنیا آمدن، ولی این اصلا من میدونیم که چیز رئیس جمهوری رو وقتی که درست شد که آقای رفسنجانی نمیخواستن از دایره قدرت خارج کنن، آقای سید علی خامنه‌ای آورد این خود بازگشتن به این که نخست وزیر نباشد با دعوایی که بین موسوی و خامنه‌ای بود و رئیس جمهوری رو اونجا ثبت کردن، خودش یک دلایل معینی داشت فراتر از اینکه به اراده مردم و رأی مردم احترام بذارن. بنابراین حالا نه فقط اون
منطقش از ضرورتش از دستور خارج شده، بلکه به یک مخل ولایت حکومت مطلقه فقیه ایران، مخل در واقع اعمال بلا منازع حاکمیت تمام عیار بیت رهبری به شخص رهبر شده. بنابراین بهتره که این برداشته بشه و بعد این عیادیش هم از رئیس مجلس هم بگیرید اینجا و اونجا. این دو سه روز اخیر مرتب دارن در این سخنان حکیمانه آقا صحبت که میکنم، بله بالاخره ریاستی منطق نداره و همون مسئله پارلمانی و یه ایده هم مطرح شده، دو پارلمان، یه پارلمان انتصابی که به اصطلاح از لابد از بیت رهبری یا تشخیص مصلحت نظام یا خبرگان تعیین میشه، یکی هم که از مردم میشه که بله اونم از صافی خبرگان میگذره. بنابراین انتخابات یک موضوع بی‌معنایی است. خب ولی فقیه آمده حتی این بازی سوری را دیده، به ضررش داره تمام میشه، رفته به یه جایی، به یک موقعیت رسیده که انداختن این رژیم را در چشم انداز قرار داده. به همین دلیل گفت خواهر این بازی را نمی کنم. میخوام بگویم این فرمایش آقای سید علی خامنه ای برافکندن نقاب چند پرده تصویر هست و مردم این باید ببینن. این از قبلش اعتقاد داشته، برای فریب مردم به میدان آورده، دید موجب دردسرش میشه، حالا داره ورش میداره. این منطقش از اینجاست، نه ناشی از الزامات حکومتی، نه ناشی از تعمیق دموکراسی، نه ناشی از در واقع یک شکل دیگری بازگشت به اراده مردم و خواستن اراده مردم، بلکه دقیقا از یک الزامات معین حاکمیت بلا منازعه است که هر نوع رجوع به مردم رو مخلی در واقع تداوم بی حکومت بی پر از اقتدار و سرکوبگرانه و دیکتاتوری خودش میتونه و از اون گذشته به لحاظ ایدئولوژیک اصلا به لحاظ چی خودش بی‌نیاز از این آرا میدونه، چون خودش رو نماینده بلاوصل خدا میدونه، یا لاغر اون دستگاهی که این علم کردن به اینجا رسیدن. بنابراین منافع پشت این ایدئولوژی، اما منافع بله. منافع گرایش‌های مختلف مالی. من چون آدم پر حرفی هستم، هر جا که می‌بینید که بس طولانی میشه بگید بریم یک بخش دوم، چون شما همجوری بدید من میرم جلو. بله خواهشاً. آقای حسن، پس با این توضیح شما، پس ظاهراً هیچ نیازی، البته خب این واقعیت هم هست، نه که بگیم که فقط شما این صحبت کردید، خیلی دیگه از فعالان سیاسی تلگرام نظری دارن که هستن، دیگه نیازی به این انتخابات و سرمایه‌گذاری رو نیست. ولی در بین خیلی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، اپوزیسیون سیاسی که سالها در خارج از کشور زندگی کردن، بازم می‌بینیم که نظری به انتخابات در داخل ایران دارن و حتی یک سرمایه‌گذاری‌هایی از لحاظ فکری روی این قضیه می‌کنن. به نظر شما چطور این امکان پذیر میشه؟ فقط می‌تونم به شما اول در یک کلمه بگم یک کاریکاتوری بیش نیست و این نشون میده که این آدم‌ها که تصادفاً نیروی لایک توش زیادند. میتونم نام ببرم از آقای حسن شریعت مداری و تمام طیف بندی اون جمهوری خواهان. این طیف ها شعار انتخابات آزاد رو میدن. انتخاب آزاد در چه شرایطی؟ مگر ممکن است در چارچوب نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولی ولایت مطلقه فقیه انتخابات آزاد صورت بگیره؟ انتخابات آزاد یعنی که شما خبرگان را حذف کنی، مصلحت نظام را حذف کنی، سید علی خامنه‌ای را بیاری پایین، یک گوشه به عنوان یک ملا بنشونی و همه این کار را بکنی، یعنی این نظام را برهم بیاندازی، یعنی این نظام را در هم بشکنی، آنگاه تو میتونی یک انتخاب آزاد را شعارش بدی، فکرش بدی، ممکنم پیش بره، ممکنم پیش نره، اونم بحثش دیگه است که حالا توی